دیگه سوال کردن که در رابطه با حروف ابجد آیا اینها در مصنوی هست یا نه ببینید من خدمتتون ارز کنم که ما از این دیدگاه ها به مصنوی نگاه نمی کنیم اما هست برای اطلاعات بیشتر در قبال علوم مثل علوم ابجد رجوع کنید به خود گوگل گوگل اطلاعات زیادی داره در رابطه با جفر اطلاعات خیلی ناقص بود من یه مقدار اطلاعات بیشتری رو دادم خدمتون که در گوگل و جاهای دیگه پیدا نمی کنید اما در رابطه با ابجد اطلاعات خیلی کاملی رو میتونید در روی گوگل پیدا کنید اگر هم نظرتون این هستش که در مصنوی باز به این موارد اشاره شده خیلی اشاره شده بله چندین مورد میگم خیلی چندین مورد اشاره شده به مسئله ابجد و خیلی جاهام خیلی افراد خیلی ابیات رو بر اساس ابجد معنی کردن این هم یه روشی بوده و تا اونجایی که من میدونم هنوزم هست البته من خودم شخصا نخوندم ولی شنیدم که شاید در 20 سال پیش بیشتر 20 خورده سال پیش در کشور ایران کسی حتی مصنوی رو از طریق حروف ابجد سعی کرده معنی کنه و کتابی نوشته و اینا این هم در مصنوی هست